این صدا رادیو آبادان است. شنونده و بیننده مجله تصویری سینما رکس هستید. ملت شریف و ستمکش ایران، اگر در آینده نه چندان دور دیدید که فرقه جنون و 57ها خطاب به شما گفتند شاه اولیا حضرت و هویدا توده‌ای بودند، تعجب نکنید. این جماعت شرم ندارند و فکر می‌کنند من و شما هم عقل نداریم. بالا 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 و دختر نرو بالا حالا میفتی از او بالا وی لبازت پره میشه وی نرد بیشاره میشه ملت ستمکش ایران، شاد باشید و شادی را تمرین کنید. جمهوری اسلامی با شاد بودن من و تو ایرانی مخالفه. اونها دوست دارن ما همیشه غم و ماتم داشته باشیم تا بتونن فرهنگ شهید پروری و امت و مسلمانی خودشان را عمومی و نهادینه کنند. بالا 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 سر لولهی فشاری و این بشتم یادگاری بالا شریف ایران. تا زمانی که اصلاح طلب‌ها و اصولگراها در رأس امور مملکت داری هستند، شبه جزیره آبادان و ایران فیلم احمقانه است ساخته ابراهیم حاتمی کیا. سلام سهیلو عاشق دخت میر بشا سلام سهیلو و دلم میخواد که پیر نشا سلام سهیلو این عاشق دخت میر بشا سلام سهیلو و این سلام سهیلو یا سلام سهیلو و این سلام سهیلو عاشق سهیلو قشنگ گلای لاله عباسی شکوفای گیراس شادی بخشی از فرهنگ ماست. نذاریم جمهوری اسلامی و اسلام گرایان شادی رو از ما بگیرند. شاهدین الکرام چی آوردین برام؟ لاله عباسی شکوفه گیلاس، نبینم بذاری افسردگی رخنه کنه تو وجودتا. همچین مشتی بلند شما انقلابی هستیم، داریم انقلاب میکنیم، میخوایم شادی، خنده و آزادی رو به کشورمون بازگردانیم. Thank you.
این صدا رادیو آبادان است. شنونده و بیننده مجله تصویری سینما رکس هستید. همچین مشتی ترک خوردید نه؟ از یه موسیقی مشتی و پر انرژی و هلیوس کنانی که کار بچه های بوشهر بود. ما آبادانی هم ولی خواهی سالت هم مال بوشهر هم دیگه. بعد ما ایرانی هم هستیم، هممون فرهنگ هامون درسته میتونه خورد فرهنگ هامون متفاوت باشه، اما هممون مال یه خاکیم. بعد ما داخل جنوب موسیقی بوشهر، موسیقی هرمزگان، موسیقی خوزستان، بعد داخل خود خوزستان موسیقی مثلا بندری خرمشهر، خرمشهر در واقع با بندری آبادان اصلا فرق میکنه، ریتم ها فرق میکنه، سرضرب ها فرق میکنه، اصلا موسیقی بوشهر یه دنیای دیگه است. ای ضرب تیمپویی که داشت میومد ضرب تیمپو آبادانی بود ها، ولی تو بوشهر اجرا شده بود، کار به چای بوشهر بود. حالا با بوشهریان نیان حمله کنن نه ای بوشهری میزده فلان، عزیز من باشه اصلا بوشهری میزده، هر چی تو میگی اصلا کتن تو، کنترل تلویزیون دست تو، توی شرجی توی گرما نه آبی نه خاکی، اصلا باد کولر برا تو، اصلا خونه خواهر آقای امید مال تو، تو خوبی، تو قشنگی، شکوفه گیلاس، گل لاله عباسی. تو این قسمت از برنامه رادیو آبادان براتون از گزارشی که رویترز در مورد سیرک انتخابات ریاست جمهوری در ایران داده، که همونطور که در هفته های گذشته هم من هم بسیاری دیگر گفتن که آقا این مهندسی شده است و اینا و فلان و بیسار و اینا، یک گزارشی داده که بنا به خواست خامنه ای مسعود پوزیده اومده بیرون که حالا مفصل بهش خواهم پرداخت. چند تا خبر واسهتون میخونم، یه شعر واسهتون میخونم. چند روز پیش یکی از خود شما داخل اینستاگرام دایرکت داد که شعر نصرت، یعنی شعر تریاک نصرت رحمانی رو یه بار دیگه میخونی، خیلی باحال میخونی. عزیز دلم، پاره تنم، قربون شکل ماهت بشم، تو خودت هم میتونی خوب بخونی، تو خودت هم میتونی خیلی قشنگ بخونی، چرا فقط فکر میکنی من میتونم خوب بخونم؟ نه، تو هم میتونی خوب بخونی، فقط کافیه که بخوای و بدونی که چگونه باید بخونی. نصرت، چه می کنی سر این پرتگاه ژرف؟ با پای خیش تن به دل خاک می کشی؟ گمگشته ای به پهنه تاریک زندگی؟ نصرت، شنیدم که تو تریاک می کشی؟ نصرت، تو شمع روشن یک خانواده ای؟ این دست کیست؟ در ره بادت نشانده است، پرهیز کن ز قافل سالار راه مرگ، چون چشم بسته بر سر چاهت کشانده است. پیش از سه ماه رفته که شعری نگفته ای، ای مرغ خوشنوا ز چه خاموش گشته ای؟ روزی به خیش آیی و بینی که ای دریغ، با این همه هنر تو فراموش گشته ای. هر شب که مست دست به دیوار میکشی، از خواب میجهد پدرت آه میکشد، نجوا کنان به ناله سرایت که این جوان. نصرت، شنیدم که تو تریاک میکشی. همچنان شنونده و بیننده مجله تصویری سینما رکس هستید در برنامه رادیو آبادان. بخشهایی از شعر تریاک نصرت رحمانی رو واسهتون خوندم، بعد خواستم کامل بخونم، نمیدونم چرا اون سایت رو که انتخاب کرده بودم نصفه گذاشته بود بیشرف. عجب کارایی میکنن. و آقا خلاصه گفتم که
بفهمید که وقتی که چیزی میخواید، حالا نه اینکه از فردای بیاد آهنگ درخواستی و شعر درخواستی بدید تو اینا. این بچه‌ای هم که میگن آقا لینک موسیقی ها تو اینا ایز دارم، من یه سایتیه که آبونه هستم اونجا که از موسیقیاش استفاده میکنم، موسیقی بندری که استفاده میکنم، موسیقیایی که بچهای خود جنوب به دستم میرسونن که داخل محافلشون و داخل جمع و اینا زدم میفرسن که مثلا که موضوع مشکل کپی رایت و اینا بر نخوریم. بعد قبل از اینکه وارد موضوع اصلی برنامه بشم، آقا سیاوش محمودی که یکی از کشته شدگان خیزش انقلابی ایرانیان در سال 1401 بود، نوجوان 17 ساله‌ای که 30 شهریور جمهوری اسلامی کشتش، خانواده‌اش رفتن شکایت کردن. بعد در این یکی دو سال، نزدیک به دو سال، دادگاه حکم داد، یعنی پرونده رو داده دست دادگاه نیروی قضایی، نیروی مسلح. اون اومده داده دست سپاه. دست کدوم سپاه داده؟ مثلا دست همون قرارگاهی که این بچه رو زدن کشتن و به قتل رسوندن. یعنی پرونده رو دادن دست قاتل، گفتن تو بیا خود تحقیق بکن. قاتلم اصلا نه گذاشته نه برداشته، در طرفت العینی گفته که نه آقا اصلا هیچ خبری نبوده، ما که فقط با تفنگ ساچمه‌ای زدیم کور کردیم. جمهوری اسلامی توف تو خشتکت. حالا که امروز شعر خوندم، بذارید یه غزل هم از مهراب افسر بختیاری برای بختیاری خوشگل و خوشقلب و مهربانمون که فرهنگ غنی آریایی رو زنده نگه داشتن، بخش عظیمی از فرهنگ ما که زنده نگاه داشته شده به واسطه قوم جسور، زیبا و شجاع بختیاری است. یاد و خاطره پویا بختیاری هم گرامی باد که از قوم بختیاری بود. خیلی از رسم و رسومات ما مدیون بختیاری هاست و خیلی از رسم و رسومی که ما داشتیم که بختیاری ها حافظ اون بودن وارد اسلام شد بعد، مثل مثلا مراسم گوگریو، همون شیون و زاری که وقتی که نفر فوت میکنه به استقبال، یعنی کسانی که صاحب مجلس هستن به استقبال مهمان میرن، گوگریو بهش میگن. یا مثلا سیاوشون که همون بعد در اسلام به هجره و اینا تعریف میشه که هر وقت کسی میمرده تا هفت شبان روز تفنگ و اسب و لباس و اینجور چیزا شد دم در خونش میذاشتن که بعد در اسلام هجله میاد و همون اتفاقات میفته. حالا نیاید بگید نمیدونم گوگری و سیاوشون رو بد تلفظ کرده. خب ما آبادانی هم خب بختیاری نیستم که این شعر بختیاری هم که میخونم با گویش، یعنی تلاش میکنم گویش بختیاری داشته باشم، ولی خب تای لهجم آبادانیه. نه یان گیر بدینا قربون تو، بی عشق تو جون سی چنمه، ارکف پات نبوسم فدهون سی چنمه، ما نمهنم تو به مهنی که ما خارم، تو گلی جون تونی، ار تو نبای وام دیگه جون سی چنمه، مجد ایرم که دعا ورتون و جون تو کنم، ورنه سجاده و تسبیح و قرون سی چنمه، تیر مرزنگت خردم و ردم به جرید، ای کر زار بگو تیر و کمون سی چنمه. جمهوری اسلامی توف تو خشتکت، که شادی و هیجان و پرداختن به موسیقی و همه چی، بوسه، عشق، عاشق بودن، همه چی رو از ما دریغ کردی، نذاشتی عاشقهای خوبی باشیم، نذاشتی خنده و شادی رو بیاموزیم، نذاشتی قهقه زدن رو در جامعه و در فرهنگمون جاری کنیم. جمهوری اسلامی همچین مشتی خلط دار توفت و خشتکت. خوشگلم گل لاله عباسی، شکوفه گیلاس، گل شقایق، چی بهت بگم که همچین قند تو دلت آب بشه. اگه تا اینجای برنامه اومدی لایک کن، کامنت بذار، در سوشال مدیای خودت به اشتراک بگذار.
این پایین سوپرچت و تنکس رو میتونی بزنی، از مجله تصویری سینما رکس میتونی حمایت مالی بکنی. اگر هم از طریق پیپال میخوای کمک کنی، میتونی داخل اینستاگرام و توییتر دایرکت بدی تا بهت مشخصات پیپال رو بدم. مجله تصویری سینما رکس بدون تردید اگر حمایت های شما نباشه نمیتونه تداوم داشته باشه. خبرگزاری رویترز به نقل از 5 منبع داخل جمهوری اسلامی نوشته انتخابات ریاست جمهوری اخیر با برنامه‌ریزی دقیق و از سوی خامنه‌ای انجام شده است. این خبرگزاری نوشته خامنه‌ای زمینه را برای رسیدن یک شخصیت کمتر شناخته شده اما مورد اعتمادش، یعنی مسعود پوزیده، به ریاست جمهوری فراهم کرده است. به گفته این 5 نفر که 2 منبعشون تندرو بودن، 1 منبعشون یک مقام ارشد امنیتی و 2 فرد نزدیک به حلقه خامنه‌ای هستند، گفت نوشته که رهبر جمهوری اسلامی در اواخر ماه می در محل اقامتش در یک مجتمع حفاظت شده در تهران تعداد انگشت شماری از کسانی که مورد اعتمادش بودن و از مشاورینش بودن رو دور خودش جمع کرده تا حداقل 3 جلسه گذاشتن و که در مورد این موضوع بحث کردند. بعد رویترز در ادامه نوشته که یکی بود یکی نبود، یکی برای یه روز یوم شنگوله اومد گفت که من میرم براتون پپرونی میارم، بعد شنگوله منگوله گفتن خوری یوم ما دلمون برات تنگ میره، گفت وره که تو مشاهدین الکرام چی آوردین برام. نه بریکو شیطونی نکنم آقا، بزن بریم سراغ برنامه. چرا امروز دارم این کار میکنم؟ لعنت کنه باعث و بانیش رو. نگاه کن عزیزم، من برات چی میشه ویله که آدم سوا پوس میجوی؟ آقا رویترز در ادامه گفته که آقا ملاقات هایی که در اقامتگاه خامنه‌ای انجام شده شامل گروه کوچکی از همین چند نفر مقام ارشد و دستیاران امنیتی و متعدین نزدیک خامنه‌ای مثل علی اکبر ولایتی و فرمانده یکی از فرمانده سپاه اینا بوده. بعد گفته که این افراد در جریان جلسات قرار گرفتن. بعد گفته مقام رهبری نگران هست که حضور کم مردم به اعتبار نظام و روحانیت لطمه بزند و با هزار دستور داده رای برای هدایت انتخابات بیابند که اونها هم تونستن عوام فریبی کنن، اصلاح طلب ها هم که از خودشون هستن، 57 و چپی هم که رفتن رای دادن بیرون از ایران و پروموت کردن و حمایت کردن و هرچی گفتیم آقا این بازی نظام، نه ما میخوایم این کار رو انجام بدیم، حالا نهایتش در آینده اگر دیدیم اشتباه بود مقابل پوزیده وای میسیم. حاجی داری با جون ملت بازی میکنی؟ این بوغم کجاست ها؟ داری با جون ملت بازی میکنی آخه؟ داری با جون ملت بازی میکنی آخه؟ داری با جون ملت بازی میکنی؟ یعنی چی؟ اگه میشه یک موجود انقدر بیخرد باشه که جون مردم کشورش براش پسیج نه حالا میان حالا دیگه شروع میشه کامنتا. حالا آره، حالا یه کلمه نوک زبونم نتونستم بگم پچیز، ولی که چرا نمیتونم بگم توی شرجی توی گرما نه آبی نه خاکی، ولی که پایی چیه؟ چرا نمیتونم؟ چرا یادم رفته؟ پنیز که اصلا مفهوم نداره. پچیز باقا خودتون کامنت کنید. در ادامه این گزارش نوشته یکی از خودی های جمهوری اسلامی که در مورد این دیدار توضیح داده به رویترز گفته که خامنه ای معتقد است ایران به رئیس جمهوری نیاز دارد که بتواند برای لایه های مختلف جامعه جذابیت داشته باشد اما حکومت دینی شیعه حاکم را به چالش نکشد. این خبرگزاری در ادامه نوشته در جلسه دوم چند نام مطرح شد. 2 منبع گفتند که خامنه ای پزشکیان را به عنوان فردی پیشنهاد کرد که میتواند وحدت بین صاحبان قدرت را تقویت، شکاف بین نظام روحانیت و مردم را پر و انتخاب رهبر معظم آینده را تضمین کند. دقیقا همون چیزهایی که گفتیم. به هر حال در روزهای اولی هم که پوزیده همون مسعود پزشکیان از صندوق رای در آوردن به کمک اصلاح طلبا و چپا و 57 و اینا، دیدی که داخل اون مراسم احمقانه عزاداری که سالیانه برای یک خرافه و یک چرند
جمهوری اسلامی رو مسلمین و مسلمات برگزار میکنن، دیدیم که پوزیده با خامنه ای از در اومد بیرون. واسه اولین بار بود که همچین اتفاقی میافتاد که یک رئیس جمهور با این دیکتاتور از در پشتی، حالا با جناق بازی میکردن چیکار میکردن ما که خبر نداریم، از پشت والا ما شهروندان عادی هستیم آقا. خلاصه اینجور بود قضیه بوده. معاون استانداری خراسان رضوی حجت گنابادی نژاد، چقدر اسم فامیل طولانیه ولک، میگه از این وانت نیسان آبیایی، چقدر گندن اسم فامیلت، گفته که رسانه های معاند میخواهن ما خدمت به مستضعفان را رها کنیم. عزیزم ای کسی که از ای کسی که جمع مناویش هستی، ها آبودانیا خوزستانیا لو ندید یعنی چی؟ آقا شما که به مستضعفان خدمت نمی کنید، شما به خودتون و باجناقانتون خدمت می کنید. توی شرجی، توی گرما، نه آبی نه خاکی، خونه خواهر آقا امید فقط برای خودتون نگه داشتید. مردم که دارن روز به روز مستضعف و مستضعفتر می شند. عیسی زارپور وزیر ارتباطات در کابینه ابورئیسی که سقط شد، رفت جایی که آب آفتاب رفت، یه دیداری با مسعود پوزیده داشته، گفته که بعد خطاب به مسعود پوزیده گفته دلیل کندی اینترنت تحریم و استفاده از فیلتر شکنه. نه عزیزم، دلیل کندی اینترنت عمه من خانم تورانه، بی پدر پهنای باند کم کردی، تحریم و نمیدونم فیلتر شکن، خب فیلتر شکن هم که خودتون دارید تولید میکنید، بی شرف بی حیا. دلم میخواد یه برنامه بسازم همش بوق باشه به قرآن مادرم. حالا میان میگن قرآن مادر چیه ولک، من تو دنیا یه قرآن میشناسم، اونم قرآن مادرمه، قرآن محمد و علی و اینا، اصلا من کاری به این چیزا ندارم، من یه قرآن دیدم اونم مال مادرمه. والا توی شرجی، توی گرما، نه آبی نه خاکی، بعد میان توجیه میکنن نه ما رأی دادیم که با مسالمت نمیدونم اصلاحات. آقا چه اصلاحاتی؟ این حکومت تا دندان دیکتاتور است، تا دندان مسلح است، جنایتکار است، کثافت است، نکبت است. من میدانم، من خوب میدانم ملت، من آگاه هستم. اگر امریکا F-14 دارد، ما 14 معصوم داریم. امریکا اگر میتوانست کاری کند، کاری میکرد دلار خودش روز به روز گران نشود. ملت چقدر موسیقی خوبه، چقدر موسیقی کمک میتونه بکنه به حال دل من و توی ایرانی. ایرانی گل لاله عباسی، شکوفه گیلاس، گل شقایق. آقا گل شقایق، من زمانی که بچه بودم پدر بزرگم این فصل، یعنی از بهار و تابستان گاهی ما رو میبرد به دشت گلهای شقایق در اطراف گچساران که ما اونجا جنگ زده بودیم. ما دو جا جنگ زده بودیم، یکی گچساران، یکی بروجرد. بعد یک دو سال سه سال جنگ زده بودیم بروجرد، بعد گچساران بودیم، بعد دوباره بروجرد بودیم، بعد اومدیم آبادان، برگشتیم آبادان پیش پدرم. بعد گل شقایق اصلا منو یاد پدر بزرگم میندازه. بی نهایت دلم واسش تنگ شده زمانی که فوت کرد، سخت در این روزهای زندگی من بود. خب کم کم جمع بکنم برام آماده بشم برای مصاحبه های بعدی که براتون امروز میخوام آماده بکنم. حمله به ایران ستیزان، آقا تو جنگیم ملت، تو جنگیم، حواستون باشه. اگر حواستون نباشه اونا حواسشون هست، پیروز میشن، مخصوصا الان که اصلاح طلب های این گونه پرکار شدن، دارن کار میکنن،
من و تو ایرانی ایرانگرا هم باید بیشتر کار کنیم عزیز دلم، قربون شکل ماهت میشم. دیگه چیزی ندارم، همین، پر حرفی نکنم، الکی وقتتون رو نگیرم. لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. دختران زیبا و پسران خوشتیپ آبادانی شهرستانی، تا برنامه آینده موسیقی خوب گوش کنید، مطالعه و ورزش کنید، سمت سیگاری تل، تمچیزک، دواتر مدل و مابقی مزخرفات نرید، یعنی معتاد نباشید و معتاد نکشید عزیزم. حشوش و چیلیم هم خودش معتاده، چرا میکشی؟ نکش عزیزم، خوب نیست. ای خود و شهر خود را آنگونه که هست بشناسید و به آنچه که دارید بسنده نکنید، چرا که شما در آن شبه جزیره و آن کشور و هیچ سرمایه‌ای به غیر از فقر و نداری و بدبختی ندارید. مو محمد تنگستانی، جنگ زده دل تک تک شما، خوشحالم که نویسنده، شاعر و روزنامه نویسی آبادانی و البته شهرستانی است و مو خوشحالم که میتوانم برای شما، حتی آنهایی که درگیر بیماری اعتیاد هستند، خبر رسانی و برنامه سازی کنم. تا برنامه آینده، جنگ زده دل تک تک شما، وعده ما آبادان کواترا خونه ننمینا خلاص.